بر اساس سیاست جدید دولت هند، مسلمانان این کشور در طول عمر خود فقط مجاز به یک بار رفتن به زیارت حج از طریق سازمان حج هند HCOL می باشد. همکارم در گزارش خود به بررسی این موضوع پرداخته که با هم می بینیم. دولت هند اعلام کرده است که طبق دستورالعمل جدید حج در سال 2025 مسلمانان هند تنها یک بار در طول عمر خود مجاز به رفتن به زیارت حج از طریق سازمان حج هند خواهند بود. بر اساس پیشنویس تهیه شده جهت اجرای این دستورالعمل ادعا شده که هدف از تدوین این قانون تضمین یک سفر زیارتی راحت تر برای واجدان شرایط و ایجاد شرایط های عادلانه تر است. این دستورالعمل جدید تصریح می کند که افرادی که قبلا به زیارت حج از طریق سازمان حج هند رفتند واجد شرایط درخواست مجدد نخواهند بود. با این حال در این دستورالعمل برای زیارت‌های مکرر حج در شرایط خاص از جمله مواردی چون لزوم همراهی با اعضای درجه یک خانواده مانند زن و شوهر و یا لزوم همراه بودن با زائران زن و افراد بالای 65 سال معافیت‌هایی در نظر گرفته شده است. این معافیت‌ها به دلیل ماهیت طاقت فرسای این زیارت که شامل پیاده روی تا 25 کیلومتر در روز در شرایط آب و هوایی سخت می‌شود و بعضاً لزوم داشتن همراه برای زائران 65 سال به بالا الزامی می‌کند. در این دستورالعمل آمده است در مورد همراه محرم و نزدیک برای زائران زن و همراهان زائران 65 سال به بالا افرادی که قبلاً به زیارت حج رفتند با پرداخت هزینه اضافی مجاز خواهند بود مجدد به این سفر بروند. این دستورالعمل جدید همچنین تصریح می‌کند که سن همراهان زائران 65 سال به بالا و زنان باید بین 18 تا 60 سال در تاریخ تعیین شده توسط شورای امنیت عالی ملی باشد. برای همراهان زائران مرد 65 ساله به بالاتر همراه می‌تواند یک زن 45 تا 60 ساله باشد. علاوه بر آن این دستورالعمل مستلزم تعهد جدی زائران زن یا زائران 65 ساله به بالاست که همراهانی که تاکنون به حج نرفته اند در خانواده موجود نباشد. بر اساس این دستورالعمل 70% سهمیه حج به سازمان حج هند و 30% را به سازمان دهندگان گروه های حج اختصاص می دهند. همچنین مقرر شده است که زائران 65 سال به بالا باید همراه با یک همراه بین 18 تا 60 ساله باشند. زائران زن 45 سال به بالا بدون داشتن همراه مجاز به تردد گروهی با رعایت شرایط ایمنی و اسکان خود هستند. شیخ مصطفی ادیب هندی وکیل آیت الله العظمی شیرازی در هند از لاکنو پیرامون این گزارش میهمان ما هستند. حاج آقای ادیب هندی سلام و عرض ادب. علیکم السلام و رحمت الله. زنده باشید. جناب ادیب هندی، آیا این دستورالعمل از نظر شما برای مسلمانان هند جنبه مثبت و یا منفی دارد و نتایج آن در صورت اجرا چگونه خواهد بود؟ بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. البته هنوز این پیشنهاد هست و امکان قوی هست، البته امکان قوی است که همین دستور از سال آینده در حج هندوستان عملی خواهد شد. دو تا چیز مثبت توش هست. یکی این که سهمیه دولت خود هند، یعنی از طریق حج وزارت حج هند سهمیه خودشو کم کرد و یه 10% کم کرد مال خودشو و 10% را برای کسانی که آزاد هستن و حج آزاد دارن، تورهای مخصوص و تورهای شخصی 10% به اونها اضافه داده شد. این خوب هست چون خیلی از شیعیان بالخصوص از تورهای غیر دولتی میرن تا بتوانن راحت تر برن و از جاهای خاص خودشون و طبق اراده خودشون از برای حج برن. و دومی این که این پیشنهادی که داده شده که فقط یه دفعه میتونن از طریق وزارت حج مشرف بشن با تمام شرایط خاص خودش، این از این لحاظ خوب هست که چون جمعیت هند خیلی زیاد هست،
ما تقریبا بیش از 300 میلیون شیعه مسلمان در هند داریم و سهمیه هندی ها در کل حج 175 هزار نفر است که خیلی کم هست از طبق جمعیتی که هند داره. لذا اگر اینجور شرایط باشه و بهش عمل بشه، چون خیلی ها میان باز هم از طریقی میرن دو دفعه، سه دفعه، حتی 10 دفعه هم ما داریم افراد که 10 دفعه حج میرن به عنوان همراه، به عنوان محرم، به عنوان رئیس گروه، به عنوان عنوانهای مختلف، که سبب میشه که اون افرادی که اصلا نرفتن اسمشون تو لیست نیاد. لذا اگر روش اجرا بشه خیلی برای مسلمانان هند یک چیز مثبتی خواهد بود و همچنین این سهمیه که برای شرکت های خصوصی اجازه دادن که بیشتر بشه به نفع شیعیان بیشتر انشاءالله خواهد شد. بله ممنونم. با تشکر از شیخ مصطفی ادیب هندی، وکیل آیت الله العظمی شیرازی در هند از لاکنو که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند.